با نام و یاد پروردگار سلام، شما بیننده برنامه کودک شو هستید از سری سوم از شبکه نسیم. همراه من باشید، پژمان بازقی. شب ما 4 ساله که زندگی مشترک رو آغاز کردن و به سختی کار کردند، از کودکی کار کردن، زحمت کشتن تا تونستن یک سقف امن و مطمئن برای خودشون و فرزندشون داشته باشن. علی‌رغم اینکه هر دو در خانواده پر جمعیت بزرگ شدند، ولی فقط تنها یک فرزند دارن. میخوام دعوت کنم از خانواده غلامی. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. خب عملاً شما سال 91 با هم دیگه عقد کردید، درسته؟ و 2 سال طول کشید تا برید زیر یه سقف. چرا و به چه علت؟ دیگه من کار میکردم، شاغل بودم، سر کار میرفتم دیگه تا زندگی رو جمع کنیم و دیگه خونه گرفتیم، دیگه عروسی گرفتیم و رفتیم سر خونه زندگی. عروسی خیلی مجلل گرفتیم؟ نه، معمولی بود. معمولی گرفتی. چرا؟ علتش چی بود؟ علتش این بود که حالا خب می‌خواستیم فقط یه جشنی داشته باشیم، یه یادگاری داشته باشیم، نمی‌خواستیم همچی مثلا مجلل باشه. یعنی تو همچشمی بقیه خواهرها و برادرها و خانواده دامون؟ همه چیز معمولی بود. همه چیز معمولی بود. معمولی بود و دیگه. و کجا با هم آشنا شدید؟ از آقای غلامی بپرسیم. من بگم. بله، خیلی ساکت باشید. با عرض سلام و عرض ادب و احترام خدمت حضار آقای بازقی عزیز. خواهش می‌کنم. سال 91 من مادرم مریض پرونده‌ای بیمارستان بودم که من 2-3 بار رفتم داروخونه برای دارو گرفتن. خانم تکنسین دارویی هستن، تو داروخونه مشغول به کار بودن. دیدمشون، خب خوش اومد ازشون دیگه، خیلی سرسنگین و سربزی. داروها رو درست گرفتی حالا؟ من که گرفتم دادم دیگه، نمیدونم. نه شما حواست بود داروها رو درست گرفتی؟ من گرفتم، هرچی دادن رو من گرفتم بردم. بعد به خانواده گفتم، خانواده اومدن دیدن و خب خوششون اومد، تاییدش کردن. که بعد خانواده رفتم با دکتر داروخونهشون صحبت کردن. نسین که صحبت دکتر داروخانه خواستگاری کردن شما؟ نه باهاشون صحبت کردن که هماهنگ کنن اگه میشه مثلا شماره از خونه شون، آدرسشون. یعنی خودتون هم خبر نداشتین اصلا؟ نه من اصلا نمیدونستم. خب بعد مثلا اینکه مادرشون دو ما میگم بیمارستان ما بسری بودن، بعد منو دیده بودن، رفته بودن گفته بودن به خانواده‌اش، اونا اومده بودن یواشکی منو دیده بودن. خب بعد دیده بودن و اومدن و دیگه به دکترمون گفتم، بعد آقای دکتر منو صدا کردن، گفتم نه چون غریب هستم من اصلا نمیدونم، بعد یه مریض اصلا نه. بعد دیگه دوباره اومدن و رفتم، بعد دکترم ما باشون رفت اومده خانوادگی داریم دیگه، زنگ زده بودم پدر مادرم صبح حالا بذاریم بیان خواستگاری، اصلا میگید نه دیگه اومدن و دیگه نشد بگید نه دیگه دهنمون چی شد که نشد بگید نه؟ اشتر یک نگاه. نه چی شد که نشد بگید نه؟ دیگه کلا اصلا میگم قسمت بشه آقای بازقی، دیگه دهنمون بسته شد. البته در جلسه آشناییشون خانم غلامی پرسن که شما دوست دارید که شوهر آیندتون چه شرایطی داشته باشه. یعنی ما خیلی جدی اشتباهی خطاب کردید، درسته؟ خیلی جدی رفتیم تو اتاق با هم صحبت کنیم، برگشتن حس گرفتن که شما دوست دارید شوهر آیندتون چه شکلی باشه. دیگه کلا جفتون خندیدین دیگه، صحبت تمام شد، اومدین بیرون اصلا با هم صحبت نکردین. اون لحظه راجع به چی صحبت کردین؟ مثلا دغدغه‌هاتون چی بود؟ خب شناخت خیلی اصلا نداشتید. می‌خوام بدونم که اون لحظه دغدغه‌تون چی بود؟ ما الان راجع به آینده داریم حرف می‌زنیم. می‌خوام بدونم که به هر حال وقتی دو نفر با هم دیگه تشکیل زندگی میدن و میرن زیر یک سقف، برای آینده‌شون این کار رو می‌کنن. دغدغه‌تون چی بود؟ چه سوالایی برای از هم پرسیدین؟ یعنی چه چیزهایی برای شما مهم بود، چه چیزهایی برای شما؟ اولین چیزی که به من کلا گفتن اون تیتروار بگید. 1 چه چیزی آقای آرامش؟ 2 خوشبختی. خوشبختی که همه میخوان خوشبخت بشن، خیلی کلی. خوشبختی یعنی چی؟ خوشبختی یعنی این که همدیگر رو اذیت نکنیم، همدیگر رو درک کنیم، همدیگر رو بفهمیم. بله. خب 3 صادق باشیم ما همدیگه. 4 روزی حلال. بله. 5 دیگه. 5 4 تا خواسته داشتید فقط؟ نه خب خواسته که خب زیاد بود خیلی. حالا بذاریم از آقای امید خان بپرسیم. شما
من همین آرامش رو دوست داشتم، بعد بحث کردن من زیاد اصلا خوشحال نمیخوام. چون خودم خیلی بچه آرومی میشه بحث نکنی توی خونه. نه در تا حدی که خیلی بشه آرومه. هم داده خودم خیلی آرومم من. خب سه بحث نشه تو خانواده، بعد با کمی و کاسی همینجوری کنار بیاد با من، کار من خوشحال طول بکشه، گفتم یعنی پرتوقع نباشم. پرتوقع نباشم. چهار بعد در حدی که بتونم براشون مراسم میگیرم، عروسی که مشکلی نداشتن. پنج بعد پنجم که سلامتی. چهار تا خواسته داشتیم. احترام به بزرگترا. اونی که اصلا باید بذاریم، اصلا جزء وظایفمونه که به بزرگترا احترام بذاریم. خیر. شما بیننده برنامه خانواده غلامی هستید. اگر قراری که به این خانواده عزیز رأی بدید، میتونید ستاره 3 مربع رو شماره گیری بفرمایید. برنامه روبیکار رو نصب کنید در تلفن همراهتون. عکسشون و نام خانوادگیشون در قسمت کودکشوی روبیکا هست و میتونید بهشون رأی بدید. آقا امید، شما از بچگی کار کردید؟ درسته. از بچگی کار کردی دیگه. اینم یکی دیگه از خاصیت ترکاست. دوست داره دیگه. چه خیلی کار میکنن. درسته. از بچگی هم کار میکنن. منم رفیقای من خانم خودم هم آذری هستن، اصالتا تبریزی هستن. درسته. من میدونم که از بچگی همشون کار میکنن، یعنی درسته. دوست دارن که فعال باشن. بله درست. و کار چیه، شغل چیه، دوست داری میتونی؟ من تو صنف تولید پوشاک هستیم. چرا داری پس تولید کننده ای؟ تولید پوشاک. بله. دست بزنیم براشون، تو این شرایط سخت تولید میکنن. آفرین بهش، به این جوانی ماشاءالله. دیگه چون خیلی وقت پیش مثلا زودتر کارامون شروع کرده بودم، دیگه تجربه من بالاتر رفته بود دیگه، بنا به شرایط و موقعیت و خودم ترکا یه جورایی دوست دارن زودتر موفق شن دو کار. بله بله. سخت کار میکنن. جمع کردم و تونستم شریک برای خودم بگیرم، دیگه کار برای خودم انجام بدم. خیلی خوشحالم. آفرین به شما که جوان هستید، دارید تولید میکنید، حتما کارمند دارید و این خیلی مهمه که تو این شرایط اقتصادی که بالاخره همه گیر و گرفتاری دارن، شما همچنان دست از کار نکشیدید. آفرین میگم. بقیه هم الگوشون میتونه آقای غلامی باشه، چون که خیلی ها برای من تو صفحه شخصی میزنن که به من کمک کنید، من میخوام ازدواج کنم. خب تلاش اگر نکنید که هر چقدر مردم درسته. کمک بکنن هیچ اتفاقی نمیفته. بالاخره یک اندازه محدودی میشه به یک آدم کمک کرد، اونم اون اندوخته تمام میشه میره. تا زمانی که کار نکنید اتفاق نمیفته. ما میخوام بریم قبل از این که بخوایم علیرضا رو بگیم بذار راجبش حرف بزنیم. درسته. علیرضا 3 سال و 10 ماه است و خودش ادعا میکنه که پدرش بهترین دوستشه، بهترین همبازیشه و اینکه خیلی علاقمند اینکه به شما با شما خیلی بازی بکنه. چه بازی معمولا انجام میدین تو خونه؟ بیشتر توپ بازی و با والیبال خیلی دوست. حالا والیبال کامل بلد نیست. بلد که نیست، به هر حال دوست داره. توپ بازی, بازی خیلی دوست داره. چون ما فوتبال چی؟ فوتبال دیگه، هم فوتبال خیلی دوست داره. خب. چون ما آپارتمان نشینم هستیم، زیاد نمیشه بپریم و دیگه سر. خب ما تو برنامه خودمون سعی کردیم بازی آروم آپارتمانی رو یاد بدیم به زوجای جوانی مثل شما و در ازاش شما باید تجربیات خودتون رو چه در آشنایی، چه در ازدواج، چه در بچه داری به بیننده های ما بدید. ما فقط این وسط واسطه میزبانیم، شما مهمان ها هستید، ستاره برنامه ما هستید. شما هم اگر خواستید شانستون رو امتحان بکنید و در برنامه ما که حالا دارید لطف میکنید نگاه میکنید، میتونید همین الان تلفن همراهتون رو بردارید. یه کدی رو من اعلام میکنم، در پایان هفته همراه با خانواده غلامی قرعه‌کشی خواهیم کرد. 4 تا جایزه 10 میلیون تومانی تقدیم شما خواهیم کرد. خیلی دلمون می‌خواست به همه جایزه بدیم اما امکان پذیر نیست. در نتیجه مجبور شدیم با ستاره 3 ستاره 40 مربع یک شانسی رو برای شما ایجاد بکنیم که 400 میلیون ریال جایزه تقدیم شما بکنیم. همین الان تلفن همراهتون رو بردارید و در قرعه‌کشی ما شرکت کنید. هر چقدر زودتر این کارو انجام بدید، شانس برنده شدن شما هم بیشتر خواهد شد. اما یه بخشی رو نهال کاشتین با بله. آره چه نهالی کاشتین؟ بله شیوید بودش. شیوید کاشتین. بله. خودش انتخاب کرد؟ بله خودش. چرا؟ انتخاب کرد. چرا میشناسه شیویدو؟ من بهش گفتم مامان این شیویده، این جعفریه، این ریحونه، کدومان یه ذره نگاه کرد. یعنی در واقع یک دانه ای رو کاشتی که قرار بله. تبدیل به نهال بشه. بله درست. بعد دیگه آبم ریخت و اتفاقا الان با خودش هم بله بعد با خودش بیاره من روش بله. بنویسم که علیرضا در برنامه کودکشو این کارا انجام داده. بریم این بخش رو ببینیم که علیرضا و همراه مادرش این دانه رو کاشتن و بعدش دعوت کنیم علیرضا که بیاد در مسابقه ما شرکت کنه. مسابقه بخش
یه پسر عشق فوتبال، علیرضا غلامی. بفرمایید یه جون بری کمکش کنی آقای غلامی. خیلی خوش اومدی. بفرمایید، بفرمایید بشینید. خواهش میکنم. حالا چطوره؟ خوبی؟ خیلی خوش اومدی. اینو میدی به من؟ آره. به من نقاشیم کشیدی؟ آخه مرسی. ببینید، یادگاری برای عمو پژمان عزیز علیرضا غلامی از شهر ری. کدوم وریه؟ چجوری نشونش بدم؟ اینجوریه. چی کشیدی؟ توضیح بده. بچه‌ها این میکروفون به من بدید. وایسه میکروفون. وایسه این میکروفون رو بگیر. متشکرم. حالا توضیح بده. اینو باید نزدیک. این خب این کیه؟ این پژمان. یه ماموتش جدیده. خب اینم خودم هم. اینم دستات. خب اینم خب مداده. اینم الکوتره. این اسکوتره؟ آره. خب این منم. اینی که کشیده منم. بعد این خودشه. اینم یه مارمولک جدید کشیده. دستش هم درد نکنه. خب سلام نمیگی به همه؟ یه سلام به همه. سلام. با میکروفون. سلام. بله سلام. خب بذار من اینو برات بنویسم اسم تو اینجا که تو برنامه ما این کارو کردی. چش چی رفته؟ هیچی. میخوره؟ می‌نویسیم علیرضا غلامی در برنامه کودک شو. خوبه؟ یه امضای خرچنگ قورباغه ای هم من دارم. یه رب طول میکشه. نمیدونم چرا این امضا رو انتخاب کردم. اینم خدمت شما. من اینو میذارم اینجا تا خوشه. این برای شما. خوبه؟ پیش مامانو بیست لطفا. میتونی بغل بابات هم بری اگه دوست داشتی. برو بغل بابا. خب شعر بلدی برای ما بخونی؟ بله. چه شعری بلدی؟ دویدم و دویدم. خب بذار همه با هم بخونیم دیگه. اونایی که دوست دارن علیرضا شعر بخونه دست بزنن براش. بله حالا میتونی شروع کنی. بفرم. دویدم و دویدم سر چرا رسیدم به تا چرا خودیدم. یکی رنگای سر بود، یکی رنگای سر بود، بلند بخون. اقمه سفیدم اکس به خود ندیدم قدش شد نمایم رفتم نوه خیابان چه و سبز رو دیدم به خیا خندیدم. خنده 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 آفرین. شعر موضوع شعرش راجب چراغ راهنمایی بود. دویدم و دویدم سر چهار راه رسیدم سه تا چراغ رو دیدم. درسته همین بود دیگه. بعد میدونی که شما بلدی که کدوم چراغ وقتی رنگ چه رنگی میشه شما میتونی از خیابون عبور کنی؟ قرمز. نه قرمز که باید بیستی. قرمز اینجوریه. نه منظورش اینه قرمز ماشین بیستم. ماشینا که قرمز شد. آفرین آفرین. اینو شما هم رعایت میکنی؟ خودتون بله. چند روز پیش یه ویدیویی تو فضای مجازی دست به دست شده بود. یه آقایی نمیدونم کدوم کشور بود یفه برگش به دور میگفت چرا قرمز واسه ایرانی ها معنی نداره. همجور سرش انداخت پایین رفت اون برای خیابون. چرا معنی نداره؟ ما ملت با فرهنگی هستیم. ما کشور بزرگی هستیم. پر از پیشینه های تاریخی هستیم. انورین منشور انسانی در کشور ما نوشته شده. حالا به هر حال بایستی کار بکنیم رو بچه هامون و اینکه تو فرهنگ خودمون کار بکنیم. تا خودمون رو اصلاح نکنیم، تا رانندگیمون اصلاح نکنیم، تا عرضتمون اصلاح نکنیم این اتفاق برای ما نمیفته. همین نسل به نسل میچرخه. خیلی ما میخوایم مسابقه رو شروع کنیم. چیز دیگه نمیخوام بگیم چون تنها باری هستید که خانواده ستایی با همینا. من شعرامو میتونم بخونم؟ شعر میخوای بخونی؟ بخونم براشون. برای همسرت؟ بله به افتخارش دست بزنید. بگی بابا. بگی بابا. بله با همون میتونی بخونی. تو با منی هر جا برم مهر تو بند جونمه فکرت نمیره سرم تو پوست و سخونمه
یه دم اگه نبینمت یه دنیا دل تنگت میشم، نگاه دریای تو آبی رویاب میشم، وسط دلم وسط تنم وسط تمام زندگیم، از تو دوباره من شدم بی تو تموم شد زندگیم، وسط دلم وسط تنم وسط تمام زندگیم، از تو دوباره من شدم با تو تموم شد خستگیم، نم نم بارون چشات تو عشق پاکمه، هم نخواست قسمت من دوست دارم یه عالمه، قشنگ ترین خاطره هام با تو از تو گفتنه، آرامش وجود من صدای تو شنفتنه. افتخار بله. البته آهنگ رضا صادقی عزیز بود که ایشون دکلمه کردن بیشتر تا اینکه بخونن، چون همه رو با یه تون خوندن، همینجور اینجوری هم خیلی بالا پایین داره، خیلی احساساتیه. من دقت کردم یه دو دقیقه دیگه ادامه میدید خانم خوابش میبرد. درسته؟ خب آقای رضا میخوام بریم اتاق بازی. با بابا میری یا با مامان؟ با بابا میری؟ خیلی، پس مادر باید مسابقه انجام بدن، بعد از اونجا شما بایستی اتاق بازی بزرگترها رو آقای غلامی بری انجام بدی. یعنی توی ساختار جدید ما توضیح به شما بدم و بیننده‌ای که از همین لحظه بیننده برنامه ما هستن، ما 4 ستاره طلایی در هر برنامه داریم، 3 ستاره طلایی با رأی‌های شما به خانواده‌ها داده خواهد شد، یعنی 1 ستاره ما اضافه کردیم. اگر ستاره طلایی بگیرید دیوار روبرو رو می‌بینید، عدد بین 1 تا 7 داره و پایین از 1000 تومان تا 1 میلیون تومان جایزه هست. به محض اینکه ستاره طلایی بگیرید، هر عددی رو انتخاب بکنید، توپ رو دستگاه رها میکنه و به شکل اتفاقی میره در یکی از این جایزه ها میشینه. و اگر ستاره قرمز بگیرید که طبیعی هست که تو این بخش جایزه نمیگیرید. اما مردم قراره که از طریق روبیکا ستاره 3 مربع رو شما رو گیری کنن، روبیکا رو نصب کنن، به خانواده شما رای بدن. ما هم برای اینکه ازشون تشکر کنیم و خودشون شانسشون رو امتحان بکنن، یک فضایی رو به وجود آوردیم که در پایان هفته همراه شما قرعه کشی میکنیم، به 4 تا 10 میلیون تومان تقدیم خواهیم کرد. همونجا زنگ میزنیم باشو صحبت میکنیم، تبریک میگیم. خیلی هم میچسبادم، روز جمعه نشسته خونه ساعت 9 شب شبکه نسیم نگاه میکنه، دفعه بهش زنگ بزنم بگن آقا بیا 10 میلیون تومان شماره حساب تو همون لحظه براش کارت به کارت بکن. و این کد رو میتونید شماره گیری کنید که ستاره 3 ستاره 40 مربع هست که 4 جایزه 10 میلیون تومانی داره. امیدوارم که شما هم تلفن همراهتون رو بردارید، این کد رو همین الان ارسال بکنید که یکی از برنده های روز جمعه ما باشید. با دستای شما خواهش میکنیم از آقای غلامی و علیرضا، اون گلدونتون هم میتونید بردارید ببرید در پشت صحنه. بله دست بزنید با مسابقه شما آغاز کنید. بفرمایید ببرم بیرون. خیلی خب، بریم سوال مسابقه امشب رو ببینیم و ببینیم که جواب خانم غلامی چه هست. علی رضای شما در 120 ثانیه چند جوراب رنگی را با یکدیگر جفت می کند؟ هیچی، 1 تا 6، 7 تا 12 و بیشتر از 12 تا شما فکر می کنید. با توجه اینکه تماشاگرهای محترم علی رضا رو دیدن، نظرشون رو بپرسون که گزینه 1 رو انتخاب می کنن دست بزنن. یعنی هیچی، 2، 1 تا 6، 3، 7 تا 12 و 4. اصلا هیچ، یعنی بیشتر از 12 نمیشه. عیزه رنگا رو خوب میشناسه؟ بله. ما یه سری جوراب رنگی هست رو میز و قراره که اینا رو با هم دیگه جفت کنه بذاره در یک جای مشخص. آقای بازقی رنگا رو میشناسه، ولی حالا من فکر میکنم گزینه 2 رو انتخاب میکنم. 2؟ بله. پشیمون نمیشید؟ جایزه رو از دست میدین ها؟ ما همین لحظه به شما جایزه میدیم. شاید یک توانایش خیلی زیاده، خیلی بازی باهاش کردیم، خیلی کار رو انجام بده، رنگارم تقریبا میشه. ولی من 6 تا رو بتونه 7 تا رو که میتونه دیگه. من فکر میکنم گزینه 2. پس گزینه تون رو اعلام بکنید بعد از شمارش ما و زنگ رو به صدا در بیارید. 2. گزینه شماره 2 انتخاب خانم غلامی هست. ایشون معتقدن علیرضا در 120 ثانیه بین 1 تا 6 جوراب رو میتونه جفت در کنار هم قرار بده. با دستای شما بریم به اتاق بازی.
به میشماریم تا در باز بشه. بله، علیرضا وارد اتاق میشه، در اتاق بازی بچه ها هست. ببین این صدای پدر رو میشنویم که قرار علیرضا رو راهنمایی بکنه. نه خودت میتونی بری، مواظب باش بزرگم، برو یه سرسره بازی کنه. آفرین آفرین، دوست داری از این سرسره؟ ما چون در هر هفته آفرین پسرم فینالیست همون هفته رو داریم، در نتیجه اتاق ما داره پرتر میشه، بازی ها داره متنوع‌تر میشه و سعی میکنیم که علیرضا برنامه با اندکی تفاوت به نسبت فصل دو، انشالله که بهتر بشه. نظراتون رو به ما بگید، اگر انتقادی هم دارید حتما به ما بگید که ما بتونیم دو تا برطرف میکنی تو هم دیگه داره توضیح میده. از اینجا میندازی تو صد متوجه شد دست از هر وقت بهت گفتم باشه. ببین هر رنگی رو برمیداری جفتشو میکنی تو هم دیگه، بلدی چه جور بکنی تو هم دیگه؟ ببین نگاه کن، مثلا این قرمز با قرمز، خب اینجوری باز میکنی اینا رو، میکنی تو هم دیگه، خب بعد اینجوری میندازی تو سطله. باشه، آفرین پسرم. به محضی که اولین جوراب رو برداره زمان سنج از رنگارم میدونی خودت دیگه پشیمون شدی نه؟ خب بدی عجب ما حوصله بازی تو انجام بده. بعد بنداز ما که خدامون شما ستاره طلایی بگیریم چون این دیوار ما الان با مزه است. ولی این بازی رو انجام ندادیم آقای بازی. خب از همین لحظه سر 20 ثانیه آغاز شد. ماشین بذار تو هم دیگه. بعد ببینیم که علیرضا میتونه این کارو انجام بده یا خیر. حالا لازم هم نیست تو هم بکنه باباش، نمیدونم چه استادی بشه. بذار تو هم بکنه. آفرین. اولیش رو انجام داره میده، هنوز انجام نشده. کمپانیش رو برش رو بذار تو هم دیگه ببینیم. حالا ببر این رسو سبد دیگه پسرم. کاری یعنی همون جوری که برمیداره الان مدده برمیداره، ما فقط میخوام جفت کنه. باباش خش گیر داد که این کار انجام بده. من نمیدونم چرا 50 ثانیه از زمان سپری شده و هنوز اتفاق نیفتاده. آفرین، تشویقش کنیم. مامانش که اینجا از دلهوره داره قش میره. فقط 50 ثانیه زمان باقی مونده. آها، از من دیگه باقی مونده 40 ثانیه. یه رنگ دیگه بیرون هر کنیم، رنگ خودشو برده، رنگ خودش، رنگ خودش. فقط 30 ثانیه. برو همونجا، نه همونجا نه همونجا، برو بندستش، برو بلو برو 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 برو. یک دو دو تا جورا، فقط 15 ثانیه تا اینجا ستاره طلایی گرفتیم. مبارکتون باشه. 3 ستاره طلایی تقدیم به خانواده غلامی. بله، ما ستاره طلایی تقدیمشون میکنیم. مبارک شما، کنارم بایستید. ما جایزه شما رو همین الان تقدیمتون کنیم. عدد 1 تا 7 هست، پایین از 1000 تومان تا 1,000,000 تومان چیده شده. هر عددی رو که انتخاب بکنید دستگاه ما توپ رو از همونجا رها میکنه و بعد ببینیم که چه عددی رو، چه عدد ریالی رو شما برنده میشید. درسته. یه عدد بگید. عدد 4. عدد 4 میشماریم. ای داریم میره سمت 1,000,000 تومان. اگه مسیرش رو عوض نکنه که عوض کرد. اوه کجا رفت؟ 150,000 تومان برنده شدید. مبارکتون باشه. خیلی ما یه جایزه به بینندهامون بدیم، اشکال نداره من میگم جایزه شما، چون تو برنامه شما هست، وقت برنامه شما رو میگیرم. 4 تا جایزه ما به شما میدیم، 4 تا جایزه 10,000,000 تومانی که در جمعه قرعه کشی خواهیم کرد. خانواده غلامی هم هستن، زنگ میزنیم. گفتم خیلی میچسبادم روز جمعه خونه نشسته باشه، یه زنگ بزنم میگن 10,000,000 تومان اومد تو حساب. و اینکه فقط کافیه این کدی رو که من میگم شما شماره گیری کنید. ستاره 3 ستاره 40
مربع در قرعه کشی هفتگی با شماره گیری ستاره 40 مربع در قرعه کشی هفتگی جایزه 400 میلیون ریال که به 4 نفر تعلق میگیره. هر چقدر زودتر این کار رو انجام بدید شانس برنده شدنتون هم بیشتر هست. اما چطور میتونید به خانواده غلامی رأی بدید؟ 3 ستاره طلایی ارتشمن، انقدر نظرات شما برای ما مهم بود و مهم هست که ما ارزش ستاره ها رو بردیم بالا، یعنی 1 ستاره در داخل برنامه بردیم بالا، 1 ستاره هم ستاره مردمی بردیم بالا که 3 ستاره طلایی. شما مبارکتون باشه، 150,000 تومان برنده شدید. تا به اینجا باید بریم ببینیم، بله افتخارش دست بزنیم، باید بریم ببینیم آقای غلامی تو اتاق بازی بزرگترها میتونه ستاره طلایی بگیره یا نه. حالا فرقش اینه که ما یه گردونه گذاشتیم، گردونه رو میچرخونن، 8 بازی روش نصب شده و نوک پیکان رو هر بازی به ایسته مشخص میکنه که آقای غلامی باید چه بازی رو انجام بدن. یه بخشی رو ببینیم، یه درنگی بکنیم، برگردیم بریم به اتاق بازی بزرگترها. اما چطور میتونید به خانواده غلامی رأی بدید؟ 3 ستاره طلایی ارتشمن، انقدر نظرات شما برای ما مهم بود و مهم هست که ما ارزش ستاره ها رو بردیم بالا، یعنی 1 ستاره در داخل برنامه بردیم بالا، 1 ستاره هم ستاره مردمی بردیم بالا که 3 ستاره طلایی. شما مبارکتون باشه، 150,000 تومان برنده شدید. تا به اینجا باید بریم ببینیم، بله افتخارش دست بزنیم، باید بریم ببینیم آقای غلامی تو اتاق بازی بزرگترها میتونه ستاره طلایی بگیره یا نه. حالا فرقش اینه که ما یه گردونه گذاشتیم، گردونه رو میچرخونن، 8 بازی روش نصب شده و نوک پیکان رو هر بازی به ایسته مشخص میکنه که آقای غلامی باید چه بازی رو انجام بدن. یه بخشی رو ببینیم، یه درنگی بکنیم، برگردیم بریم به اتاق بازی بزرگترها. بازی براشون در نظر گرفته خواهد شد از طریق شانس ان دیگه... آره دیگه، ما این ببینید، ما تو هر هفته همه بازی ها برای خانواده ها یکی هست، همه دوبله ها برای خانواده ها یکی هست، فقط تنها جایی که به دست خودتون انتخاب میشه همین بخششه دیگه. درسته. که نگیم آقا این بازی سخت بود و اون آسون بوده. بعضیا میمدن به ما میگفتن بازی های سخت و واسه ما گذاشتی، گفتیم آقا ما 8 بازی داریم، این 8 رو ببینیم که قرعه‌اش به نام شما چه خواهد. آقای غلامی گردونه رو بچرخونید تا یک بار حداقل یک دور کامل بزنه. بله میز شیبدار بازی هست که توسط گردونه انتخاب شده و ما منتظر میمونیم تا آقای غلامی حاضر بشن. بریم به اتاق بازی بزرگترها، جایی که امید غلامی قراره یک ستاره طلایی دیگه به ارمغان بیاره. خیلی خب، 3 تا توپ دارید، 3 بار فرصت دارید این بازی رو انجام بدید. یک میز شیبدار هست، بایستی توپ رو طوری طراحی بکنن که گردشش از بالای این نشانگر باشه از اون بر بیاد پایین. تمرکز لازم داره، اصلا ناراحت نباش، 3 بار فرصت داری، در هر باری هم که میخوای برنده بشی باید هر 3 تا توپت رو این کار رو به درستی انجام بدی. آماده ای؟ آماده هستم. بله شما توصیه ندی عزیزم، شما میتونی، من بهت ایمان دارم. گل از گل نشو، دیدین تا گفتین عزیزم لبخندش تا اینجا باز شد. گل نشو، تو میتونی. میتونم. آماده ای؟ آمادم. بعد میشماریم، 3 2 1. بله خب، اولین فرصتتون رو در واقع از دست دادید، ولی خب اون دوتای دیگر هم انجام بده که قلقگیری براتون باشه. نمیسیم این که هیچ. آها نه دیگه، نه باید این اتفاق بیفته. خب این یه بارتون تموم شد، دوبار دیگه فرصت دارید که هر 3 تا توپ رو در محل مخصوصش قرار بدید. آماده این؟ میشماریم، 3 2 1. آفرین. ای بابا نشو، این دوباره هم امتحان کنه، اون دوباره هم امتحان کنه. هول نشو، هول نشو دیگه، به سر خود دیدی نشو.
مرسی. مانه داره اونجا؟ نه اونجا یک حفره هست که باید بره تو اون حفره. امید یه ذره تمرکز کن. سومین بار و آخرین باره. خیلی به ظاهر بازی ساده ای میاد. من به نظرم برو یه دور دور میز بچرخ، قشنگ شیبش رو نگاه بکن. ببین که در چه وضعیتی، هم شیب عمودی داره هم شیب مورب داره. یه ذره میز ما کج و معوجه برای اینکه بتونی این بازی رو انجام بدید. آمادم. خب میشماریم. 3 2 1. آفرین. نشد. حالا حداقل به خاطر ما یه بار این کار انجام بده. اینم نمیشد. نشد که بشه. ما مجبوریم به خانواده غلامی در این بخش ستاره قرمز تقدیم بکنیم. هیچ اشکال نداره. دو تا دیگه هم هست. ولی سخت بود. خب اگر که میخواید به خانواده غلامی رأی بدید، یه راهکار خیلی ساده داره. ستاره سه مربع رو شماره گیری کنید، روبیکار در تلفن همراهتون نصب کنید، کودکشو رو انتخاب بکنید. خانواده غلامی هم عکسشون اونجا خیلی زیبا هست، هم نام خانوادگیشون و هفته یه مسابقه شون و مشخصاتشون حالا که شما یادتون بیاد اونجا درج شده و میتونید رأی بدید. در پایان هفته هم هر خانواده‌ای که با آرای مردمی انتخاب بشه 3 ستاره طلایی بهش تعلق میگیره. 3 ستاره طلایی با ارزش از نظر ما خیلی با ارزش هست و به نسبت فصل گذشته سعی کردیم که 1 ستاره بیشتر بکنیم. بریم بخش بعدی برنامه. همراه با خانواده غلامی هستیم در برنامه کودک شو. اما قبل از اینکه بخوام برنامه رو شروع کنم، شما هم شانستون رو امتحان کنید. خیلی ساده است. یک کدی رو اعلام میکنم، شاید شما یکی از 4 برنده 10 میلیون تومان باشید. قراره که ستاره 3 ستاره 40 مربع رو شماره گیری بفرمایید، شانستون رو امتحان بکنید. در پایان هفته روز جمعه قرعه کشی خواهیم داشت و به 4 نفر 4 جایزه 10 میلیونی خواهیم داد. معادل با 400 میلیون ریال در هر هفته ما جایزه میدیم برای کسانی که شاید امکان حضور در برنامه ما رو نداشته باشن، اما دلمون نمیخواد که دست خالی از برنامه ما برن. بریم با خانواده غلامی. ما تو قرعه کشی برنامه کودکشو شرکت کردیم. مادرم مریم روکروک از تهران شرکت کردن و برنده جایزه 10 میلیون تومانی شدیم. مرسی، ممنونم از برنامه خودتون. شما بیننده برنامه کودک شو هستید از شبکه نسیم. ممنونیم که این شبکه رو انتخاب کردید. ممنونیم که برنامه ما رو تماشا میکنید. در سری سوم امیدوارم که تونسته باشیم رضایت شما رو مثل گذشته که لطف کردید و برنامه ما رو به عنوان بهترین مسابقه تلویزیونی انتخاب کردید جلب کرده باشیم. این آیتم اضافه شده. 7 پرسش میپرسم ازتون. پشت به پشت هم میشینید. تقلب هم ممنوعه. تقلب بکنید به در گوشی به هم دیگه بگید چی بنویسیم. نمیپذیریم از شما، نشونش هم میدیم، یعنی درش نمیاریم. مثلا بگیم آقا این حالا زشته تقلب کردن، هر کی تقلب کنه نشونش میدیم که دیگه خودش بدونه که دفعه دیگه این کار بد رو انجام نده. و اینکه پشت به پشت هم بشین لطفا. اگر به 4 تا از این پرسشایی که من میپرسم پاسخ صحیح بدید برنده میشید. به نظر شما صورتی بد نیست واسه غلامی؟ هم سوال پرسیدم. مثلا مثلا بگم من دوست دارم بگم. حالا جاش که مهم نیست ولی صورتی حالا بذاره. خ
خب اون پده الکلیتون رو میتونید باز کنید برای پاک کردن. کوتاه مفید مختصر بنویسید. منظور از خانواده فقط خانواده سه نفری شما نیست. مثلا ممکنه بپرسم چه کسی در خانواده شما بیشتر خور و پف میکنه؟ منظور این نیست که آقای غلامی یا علیرضا، میتونه پدر باشه، برادر باشه، در کلیت ماجراست. بده من برات باز. باز شد. خیلی خوب. پرسش اول، ما میخوام از شما بپرسیم که شیرین ترین، پرخاطره ترین سفر شما پیش از تولد علیرضا در چه ماهی و در چه سالی بود؟ 15 ثانیه فرصت دارید، هم ماهش هم سالش. وسط صفحه بنویس، بزرگ بنویس. آره. انشا داره بنویس آقای غلامی. حالا وقتش تموم شده. ماهش و سالش. سال 92 بود. ماهش هم یک بود. یک. خب. ولی همسرتون چیز دیگه معتقده. خدمت شما. همسرتون هم معتقده که سفر کاشان در عید 92 خاطر انگیز بوده. خیلی. یه دستمال کاغذی هم به من بدین. این امید اگه من پاکش نکنم فکر کنم این آدم برفی آب بشه الان. خیلی. سوال دوم رو بپرسیم. پاکش کنم آقای. بله لطف کنید پاکش کنید. شما یه خاله دارین که اسم فرزندش ملیکاه. نوشون. بله. اسم نوشون ملیکاه. بله. هدیه خاله ای که اسم نوش ملیکاه تو پاتختی شما چی بوده؟ یعنی همون من سوال من پرسیدم 15 ثانی هم شروع شد. هدیه خاله شما که اسم نوش ملیکاه چی بوده تو پاتختی؟ دیگردن عددش هم نمی‌نوشتید بد نبود دیگه. 200,000 تومان پول داده بودم بهشون که بله درست هست دیگه. دست بزنید. دو پرسش، دو پاسخ صحیح، دو تای دیگر درست جواب بدن، دستگاه ما به کار میفته، هدیه بهشون میدیم. خیلی جالب. پس سعی کنید که 5 تا سوال دیگه حداقل دو تاشو درست جواب بدید. اگر بتونید 7 تاشو جواب بدید که مردم دارن شما رو میبینن، در رأی شما قطعا تاثیر خواهد داشت. اما سوال سوم این هست که اول خیابانی که بعد از ازدواج در اون قدم زدید نام اون خیابون چی بوده؟ بعد ازدواج من نمیدونم. بعدش ازدواج کردن یه روز دست هم دیگه گرفتین رفتین توی خیابون پر خاطره بوده براتون. اسم خیابون، اسم خیابون. من نمیدونم اسم خیابونو بنویسیم. ما گفتیم اسم من نمیدونم اون که خیلی کلی نوشتید. کلش یکی قدم نزدید. خیابونی که رفتیم دیگه. آره شما درست نوشتید. خیابان حرم. نه کمک های باز برید. در خیابان حرم شهر ری. هر دو خاطرات بسیار خوبی دارم. برای زیارت رفته بودین؟ بله. برای زیارت رفته بودین. خیلی خوب. بسیار عالی. فقط یک جواب صحیح دیگه ستاره طلایی تقدیم شما خواهد کرد. اما ما موظفیم هر هفت سوال رو از شما بپرسیم چون مردم دارن برنامه شما رو تماشا میکنن. سوال چهارم. بهترین هدیه‌ای که خانواده سه نفره شما میتونه بگیره چیه؟ 15 ثانیه آغاز شده. بهترین هدیه که خانواده سه نفره شما میخواد میتونه بگیره چیه؟ 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. دو جواب کاملا متفاوت. اولیش مادی هست و دومیش معنوی. من با این موافقم. اونایی که با این موافقم آقا بهترین هدیه که شما میتونید بگیرید اینه. پول نیست. گفتی خانوادتون بگیره. بگیره دیگه. جایزه. همسرتون میتونه میگه من دوست دارم مهربانی و آرامش بگیرم. بهترین هدیه که میتونن بگیرن. خب با کنید وایت بورداتون رو. نشد که در 4 تا سوال اول شما ستاره رو بگیرید خیالتون راحت بشه. سوال پنجم. آماده ای؟ بله.
بزرگترین آرزوی مشترک شما چیست؟ قول ننویسی؟ این رو هم نمیتونیم بپذیریم، چون ایشون نوشتن خوشبختی به شکل خیلی کلی نوشتن و همسرش رو نوشتن خوشبختی علیرضا. درسته که هر دوتاتون دنبال خوشبختی هستید، بزرگترین آرزوتونه، ولی خب تو مسابقه است دیگه، یعنی خوشبختی خیلی کلیه. شما اگه نمیشید علیرضا میتونستیم بپذیریم، ولی حرف دلتون رو زدیم. به افتخارشون دست بزنید. کم کم داریم به خطر نزدیک میشیم. سوال ششم، ما سه تا ستاره مردمی داریم. حالا شما الان چند تا ستاره گرفتین؟ یک دونه ستاره گرفتید. اگر سه تا ستاره مردمی رو بگیرید و برنده بشید و ما در جوایزمون تو میز جایزمون یا دیوار جایزمون جایزه 10 میلیون تومانی داریم. اگر اون 10 میلیونی رو ببرید چیکار می‌تونید بشید؟ 15 ثانیه فرصت دارید فکر کنید جواب بدید. اگه تو برنامه کودک شو 10 میلیون تومان جایزه ببرید چیکار می‌کنید؟ آفرین. باز پدر بحث پول شده و حساب و کتاب و اینا، اما مادر هم تایید کرده، گفته برای علیرضا حساب باز میکنن. خب ستاره طلایی گرفتید، اما سوال آخر رو مجبوریم بپرسیم، چون مردم دارن برنامه شما رو نگاه میکنن و شاید به شما رأی بدن و همین جایزه 10 میلیون تومانی رو شما برنده بشی. چه جوری می‌نویسید خانم؟ پاک نمیشه، نمیدونم. خب آماده این؟ اولین شهری رو که بعد از تهران برای سکونت انتخاب میکنید نام کدام شهره؟ 15 ثانیه آغاز شد. آستارا. شهر آستارا رو انتخاب میکنن. شما آسترایی هستید؟ شما اردبیلی؟ درسته؟ آسترا تا اردبیل من این سری رفتم فکر کنم 40 دقیقه راه. اگه ترافیک نباشه گردن حیران درست میگم 45 دقیقه بیشتر راه نیست. چقدرم جای زیبای ما، اتفاقا با دوستان هنرمندمون رفتیم و همون روزم زلزله اومد. خدا آسترا همین چند وقتیش بیستید پشت میزاتون. به افتخارشون دست بزنید. موفق شدن ستاره طلایی این بخش رو تقدیمشون بکنیم. بیاد بیستید، بیاد بیستید. خب هفت عدد هست از یک تا هفت. تو سری قبل نبودی خانم برنده شد، نه؟ شما تو اتاقو ندیدی این بازی؟ نه. ببین هفت تا عدد داریم، بعد به دستگاه میگیم مثلا شماره 5 4 6 1 7، هر تو میخواستید به شکل اتفاقی میاد میخوره توپه، میاد میخوره میره. الان شما 150 هزار تومان جایزه برنده شدید. درسته. حالا عدد بعدیتون چیه میخواین انتخاب کنید؟ من باید انتخاب کنم. شما و همسرتون با هم دیگه. من میگم 4 رو من میگم. 4 شما 4 بودید. عدد شماره 4 بعد از شماره شما. تفاهم داریم. اینم تفاهم تو زیاده. ای وای. آها برو. ای آها. آه. 20,000 تومان با 150,000 تومان میشه 170,000 تومان. بیستید. خیلی خوب. علاوه بر اینکه جمعه ها، علاوه بر اینکه جمعه ها ما خودمون جایزه 10 میلیون تومانی داریم، چهار تا هم جایزه 10 میلیون تومانی قراره که به بیننده های خوب برنامه کودک شو بدیم. کسایی که شاید فرصت این رو ندارن در برنامه ما شرکت کنن، مسیرشون دوره، اما از طریق رای دادن ها، از طریق کدی که من اعلام میکنم میتونن حضورشون رو به ما اعلام بکنن. کافیه ستاره 3 ستاره 40 مربع رو شماره گیری بفرمایید، شانستون رو امتحان بکنید و 400 میلیون ریال جایزه ما در نظر گرفتیم که 4 تا جایزه 10 میلیون تومانی است که امیدوارم به یکی از شماها برسه. هر چقدر زودتر این کار رو انجام بدید شانستونم بیشتر میشه. اما برای رای دادن به خانواده غلامی کافیه که روبیکار رو نصب بکنید در موبایلتون، در تلفن همراهتون و کودک شور انتخاب بکنید. خانواده غلامی عکسشون و نام خانوادگیشون در اونجا هست و میتونیم بهشون رأی بدید. بریم بخش بعدی. بریم بخش بعدی.
مهمان برنامه امشب ما هستند و قراره که برای ما دوبله انجام بدن. تا حالا صدا پیشگی کردید با سریرضا؟ نه. مثلا ماش عروسکی بچگونه خیلی کم. خیلی کم حالا. کتتون رو برای چی عوض کردین؟ جذاب‌تر شه دیگه، مثلا مثل خود برای خود دوبله انجام. بله بله برای خود دوبله. باش. پس صدا پیشگی نکنین تا رو برای رضا میشه؟ به این جدی نه. نه اصلا غیر جدی شما چرا اونجوری در حد خیلی کم مثلا چیکار کردین چجوری؟ ادایی مثلا یه کارتونی نشون بده یا تیکشو بگیم. در بیاریم برای ما عداشو. همینه مثلا همسری اینجوری. خب شما چی؟ شما اصلا کلن رو سایلنتی نه؟ نه نه من بس عده خرس و همین کارتون ماشا میشه دیگه. ما میخوام برنامه خودم مردم دارن میبینن. حالا زیاد شبیه خودش نی خب، هم در حدی که قاعده زو بخند چون هر صدا در میاد میخنده. خب بعدو خرس اصلا تو اون کارتون صحبت نمیکنه ولی من صدا در میارم. شما براش دوبله من صدا میدم. خب حالا روتون نمیشه بگید اشکال نداره. آماده اید برای انجام دوبله با دستای شما و شمارش شما. گرفتمش. ها اینجا بودی؟ همسری. بله. داشتی چیکار می‌کردی؟ نه 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 نه. کار نمی‌کردم. باور کن کار نمی‌کردم. چیکار می‌کردم؟ کار نمی‌کردم. نه. آها فهمیدم. بذار درستش کنم. آها بذار تمیزش کنم. می‌دونستی امروز چه روزیه؟ ها؟ آره امروزو میگم. باز داری گول می‌زنی. یکم فکر کن. ها امروز چه روزیه؟ امروز شنبه است دیگه. آره مطمئنم امروز شنبه است. شنبه است؟ نکنه یادت رفته روز به این مهمی رو. یکم به اون مخت فشار میار ببینم. مخ؟ ها امروز شنبه امروز تولدته درسته؟ خوبه داری نزدیک میشه. دارم نزدیک میشه الان میشه تولد دایشه باباشه مامانش امروز بگو دیجه عروسی؟ عروسی؟ باز عروسی چیه؟ ای بابا اصلا فکرشو نمی کردم سالگرد عروسیمون یادت رفته باشه. آره با گنجی قم من خیم جا. نه 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 مجی میشه یادم بره عزیزم. چون من بابا کن یادم نرفته. بابا کن راست میگم. واقعا؟ یادم نرفته؟ بیا اینجا بشین ببینم. خب بگو ببینم چی خریدی برام؟ نه 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 ببین عزیزم باید بیه توضیح بدم صبر کن. حالا بگو ببینم تا حالا کجا بودی؟ چرا کت پاره و زخمی شده؟ چیزی نیست تو ششیدی پاره شد. ببین عزیزم من باید یه اعترافی بهت بکنم. امروز صبح رفتم باید یه کادو ارزون بخرم پیدا نکردم. تو چه میدونی من پول پای کادو جیرون نمیدم. میشه بدون کادو سالگرد عروسیمون رو جشن بگیریم؟ خواهش میکنم برات جبران میکنم گل میدم. به جای اینکه گل بدی شاخه گل بدی. خیلی خوب به افتخارشون بفرمایید. سخت بود؟ خوب بود. من یه چیزی میتونم بگم؟ بله نزدیک همسرتون بشید. من همینجا از همه آذری زبانه عذرخواهی میکنم قصه مثلا جسارت نداشتم بهشون. شما خودم آذری هم افتخار میکنم آذری زبان. بله به افتخارشون دست بزنیم. ایران سرای من است چهار گوشه این مملکت همه با هم ایرانی هستیم. قطع به یقین کسی قصد توهین و جسارت به هیچ قومی رو نداره. همه در کنار هم داریم زندگی میکنیم. همه انگشتان یه دسته. این دوربین شماست و میتونید از مردم محترم از ایران بخواید که به شما رأی بدن. مردم عزیز ایران، کودک شایی محترم، امیدوارم تا اینجا از برنامه ما خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتین حتما به ما رأی بدین. ممنون میشم از همتون. بله به افتخارشون دست بزنید. حالا میتونی به زبان آذری بگی اگه دوست داری. تشکر علیان همه هموطن لردن همشای لردن. اگر بیزین برنامه میزن خوشداری گلدی راضی و دلار بیزه رای برسینه حمایت رسینه بیزین چوک ممنون. بله فارسی شمیم میشه. تشکر میکنم از همه همشهری ها درسته کل ایران و کل ایران و اینکه اگر دوست داشتید ما رو حمایت کنید. بله. شما هم اگه دوست داشتید میتونید به خانواده اولانی رای بدید که برنده پایان هفته ما باشن. ما ازشون پرسیدیم که اگر 10 میلیون تومان برنده ما برنده بشن چیکار میکنن. گفتن میریزن به حساب علیرضا. پس من آرزو میکنم که شما برنده بشید. بخش بعدی برنامه
برده غلامی تا اینجا چند تا ستاره گرفتن؟ دو ستاره. دو ستاره طلایی گرفتن و این بخش هم ستاره طلایی داره. اگر انشالله بتونید با هم فکری هم دیگه این بخش رو هم به پایان برسونید، میتونید با سه ستاره طلایی در پایان هفته منتظر این باشید که مردم به شما رأی بدن. هفت پرسش پرسیده میشه از شما، اگه به چهار تاش ببین انقدر دیگه سخت شده بود، ما قبلا 5 تاش جواب میدادم میگفتیم میپذیم، الان شده 4 تا. اون تا زمانش 90 دقیقه بود، کریم 60 ثانیه 90 ثانیه بود، کریم 60 ثانیه، که هم یه ذره هیجانش بیشتر بشه، همین که هم فکری ها فشرده تر بشه. چقدر شناخت دارید نسبت به علیرضا؟ خب علیرضا همش پیش منه دیگه، از صبح تا شب با همیم، شبا هم حالا باباش میاد هست روزهای تعطیل، ولی من بیشتر شناخت ولی گفته رفیق و هم بازیم بابامه، یعنی از باباش رفیق‌تر نداره، درسته؟ درسته. پس شما هم شناخت دارید؟ شناخت دارم تا یه حدودی، ولی بیشتر مادرش، بیشتر با مادر. یعنی شما نمیتونی کمک کنی؟ چرا، 100% میتونم. میتونی کمک کنی، پس سعی کن هم فکر. خیلی از سلیقه‌شو میدونم من. خب همین خیلی خوبه دیگه. ولی سوالایی که پرسه میشه خودتون جای علیرضا بذارید، نه اون چیزی که خودتون میخواید رو جواب بدید. باشه؟ سوال اول. بهترین کادویی که علیرضا تا حالا گرفته چیه؟ 60 ثانیه آغاز شد. آقای واثقی بهترین کادویی که گرفته، همیشه میگه کادو زیاد میگیره، مادر بزرگ پدر بزرگش میگم، ولی خواهرم یه قطار واسش گرفته بود، همیشه اونو میگه. چی میگه راجبه اون؟ میگه مثلا یه موقعی هر کی ازش میپرسه که چه اسباب بازی تو بیشتر دوست داری، میگه قطارمو. الانم بهش میگیم چی برات بخریم، دوباره میگه قطارمو. از اونا که خالجی لا خود قطار واقعی هم سوارش کردیم تا الان؟ بله. دوست داشته؟ بله خیلی. الانم بهش میگیم چی میخوای، میگه قطار، دوباره از همونی که خالجی لا خریده. دوست داره. 19 ثانیه فرصت دارید هم فکری بکنید. خودتون ده ثانیه. قطار دیگه. قطار. قطار. بیشتر همونو میگه. پدر و مادر علیرضا. بله. پدر و مادر علیرضا فکر میکنن که بهترین کادویی که علیرضا تا حالا گرفته یک قطاره که خالش بهش هدیه داده. اما جواب علیرضا. بهترین کادویی که تا حالا گرفته چی بوده؟ بقیه هم کن بوسم کنه. بهترین کادویی که گرفته و حالا رو بوسم کنه است، نه قطار. نمیدونیم بچه تو چی دوست داره واقعا. بهترین کادویی که بغل هم کن بوسم کنه. میگی ولی یادو بغل هم کنه. آقا کادویی که مثلا گرفته دیگه، ما همون سوال ازش پرسیم بودیم، بهترین کادویی که گرفتی چیه؟ گفت بغل هم کن بوسم کنه. سو اولین سوال و اولین پاسخ نادرست. سوال دوم رو ببینیم. اگه قرار باشه علیرضا برای مامان باباش غذا درست کنه، چه غذایی رو درست میکنه؟ 60 ثانیتون آغاز شد. مکارونی دوست داره دیگه همش، مثلا میگه مکارونی، قرمه سبزی میگه. نه مکارونی، قرمه سبزی میگه. قرمه سبزی میگه درست میکنه. خودش چه غذایی دوست داره؟ مکارونی خیلی دوست داره. اگه بخواد برای شما غذا درست کنه چی درست میکنه؟ فکر کنم میگه مکارونی. فکر نکنید، سواله. ستاره طلایی داره. با قطعیت جواب بدید. فقط میدیدی بهت میگه قرمه سبزی درست کن برام؟ فقط 22 ثانیه. همون ماکارونی. جواب شما ماکارونیه. چون خودش خیلی دوست داره. امکان نه اگه قرار باشه علیرضا برای مامان و باباش غذا درست کنه، چه غذایی رو درست میکنه؟ همون ماکارونی. شما چه غذایی دوست دارین؟ من خودم ماکارونی خیلی دوست دارم. شما چی؟ ماکارونی. پدر و مادر فکر میکنن چون علیرضا خودش ماکارونی زیاد دوست داره، اگه قرار باشه برای پدر مادرش هم غذا درست کنه، ماکارونی درست میکنه، درسته؟ درست. ولی ببینیم که علیرضا خودش دوست داره برای پدر مادرش چی درست کنه. اگه قرار بود برای مامان بابا غذا درست کنی، چه غذایی درست میکردی؟ کوکو. درسته؟
برای شما دوست داره کوکو درست کنه. اونطور مشخص نکرد سبزی یا سیب زمینی. درست. فکر می‌کنی مثلا پسرتون یه روز دلش بخواد برای شما کوکو درست کنه؟ نه. حالا این دفعه خواستید کوکو درست کنید. درست. بهش بگید علیرضا تو بیا درست کن. بذارین اون مقدمات کارش رو خودش انجام بده. اتفاقا خیلی دوست کمانی داره. کمک می‌کنه. همین رو دارم میگم. بله. چون احتمالاً دوست داره که برای شما این غذا رو درست کنه. مثلا شما از سر کار اومدی بگی بابا من غذا درست کردم. درسته. یه ذره بهش این مشارکت توی خونه و اون مسئولیت پذیری بشه. دو پرسش، دو پاسخ نادرست خطرناک داره میشه. 5 تا بیشتر نمونده، بعد 4 تاش درست جواب بدید. سوال سوم. ما از علیرضا پرسیدیم حیوان مورد نظر مورد علاقت چیه؟ اینو میگه گاو. گاو دور از جونشون بل خیلی دوست داره. یعنی مثلا یه روز بگه بابا من گاو میخوام بخری واسم نگرش دارم. گاو اصابازی داره. مامان بزرگش همه مدلش رو داره. اصابازی یا مثلا این بادی ها همیشه که میگه. ولی حالا الان حالا گاو از نزدیک دیده؟ بله آسارا دیده. گردن ایران که میریم دیده اون گاو رو اونجا دیده. یعنی به گاو دست میزنه ازش نمیترسه؟ نه تو بغلم، نه که خودش بره دست بزنه. نه میدونم، یعنی منظور بالاخره گاو هیبتش بزرگه. بچه‌ها میترسن. بچه‌های تهران تصورشون از گاو یه تیکه گوشت پشت ویترین. پشت ویترین پروتئینی ها دیده واسه اونجا. دیده دیده مثلا میره حالا دورم بشینه میره نگاه میکنه. خیر جواب قطعی شما گاو هست. نه دیگه گاو بود. اما جواب علیرضا ببینید چی هست و چه حیوانی مورد علاقه شده. کدوم حیوان از همه بیشتر دوست داری؟ گاو. خیلی خوب، زر خیالتون راحت تر شد. سه پرسش پرسیده شد و یک پاسخ صحیح. سوال چهارم رو ببینیم. بهترین خاطره علیرضا چیه؟ اومدنش به کودکشو همیشه میگه. چون ما قبلش هم میومدیم. هنوز خاطره نشده هنوز که تو ضبط برنامه. نه از پارسال آقای بزرگ ما زیاد اینجا میومدیم. خیلی با شما. ما میگیم بهترین خاطره چیه؟ هنوز که برنامهش تموم نشده باید ببینیم خاطره خوبی گذاشتیم براش نذاشتیم. خب این میدونه بهش فهموندیم که مثلا این چند دفعه که اومدیم مثلا به خاطر تو اینجوریه. هر دفعه میاد مثلا فکر کنه مسابقه خودشه. فکر نمی کنم مثلا حالا اومده اینجا نشسته اینجوری فکر نمی کنم. یه ذره نمیخوام بیشتر فکر کنید. ما پرسیدیم بهترین خاطره علیرضا چیه؟ خب بچه خاطره مارمولک. من بعضی موقع خاطره هم قاطی میکنم مثلا میگه مارمولک دیدم. مارمولک چی بوده خاطره؟ میگه مارمولک دیدم. این بهترین خاطره شه؟ نه بغلم میکنه بیشتر میکنه. نمیگه بغلم میکنه بیشتر میکنه. نه خاطرش. از بین مارمولک و کودک شو. بین چی؟ از بین مارمولک و کودک شو. کودک شو. کودک شو ببینم. آقای بازده کمک کنید. دیگه دارم دوتا آپشن میذارم دیگه. یکیشو باید بینید که چجوری کمک کنید. از بین کودک شو و مارمولک دیدم. مارمولک؟ من میگم مارمولک. شما چی امید؟ من میگم کودک شو. یه تصمیم بگیرید وقتتون تموم شده. خب یه کمکی هم شما نه دیگه من کمک کردم وقتتون تموم شده دارم بهتون کمک میکنم. من خودت میگی. همون مارمولک. مارمولک بهترین خاطره علیرضا دیدن مارمولک بوده. اگه غلط شد به من نگید که چرا کمک نکردی. ببینیم. بهترین خاطره‌ای که داشتی چی بوده علیرضا؟ مارمولک. یعنی چی خاطر مارمولک؟ از مارمولک میترسه. بعد چند ماه پیش یه دونه مارمولک دید با همیشه میگفت اون یه خاطره شده و اسم خاطره و اینا تو دهنش اومده و همیشه با خاطره. بعد میگفت ماما اون خاطره بده، خاطره خوب نی. بازم میگفت اون خاطره است. هر کی ازش میپرسید مثلا میگفت خاطره است. دیگه نمیدونه سال بعد خوب چیه. میگه مارمولک دیدم. هر چیزی که براش بد باشم بخوام بهش ندیم میگه مارمولک برد. دیگه دنبالش نمیگردم. نه این کارو نکنید لطفا. ما تو برنامه‌مون هی تاکید میکنیم بچه‌ها از چیزی نترسونید. لطفاً بچه‌ها رو سعی کنید با اگر چیزی نمیخواید بدید علت ندادن اون چیز رو بهش بگید. نگید که مارمولک برد میبرم دکتر آمپول بزنتت نمیدونم. نه نه بابا گدا میاد دنباله نمیدونم این میدم سر کوچه ببرنت. نه این کارو نکنید. خدا 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 حالا علم جدید روانشناسی میگه بچه‌ها نباید بترسونید. پس لطف کنید شما هم دیگه این رو بذارید کنار. دو پرسش درست، دو پرسش نادرست. سوال پنجم.
چرا دوست داره بزرگ بشه؟ مثل باباش بشه. همیشه میگم یه بابا خیلی دوستم بزرگشم مثل توشم. دوست داره مثل شما بشه؟ بله. شما پدر خوبی هستین؟ بله پدر خوبی هم. خیلی بله. همسر خوبی هم هستن؟ بله. یعنی علیرضا دوست داره که در همه پسر بچه‌ها بالاخره پدرشون الگوشونه، سوپرمن زندگیشونه و اینکه فکر می‌کنید که علیرضا دوست داره بزرگ بشه چون شبیه شما بشه. همین جوابتون؟ همین. از وقتتون استفاده کنید. میگه آخه همیشه اینو میگه. چند سال پرسیدم گفته من بابا من کی بزرگ میشم مثل تو شدم؟ بابا میگه مثلا میخوام کمکشون کنم. دوستام به پدر مادرم کمک کنم. میگه اینو زیاد میگه. میگه من میگه من کی میخوام بریم جواب علیرضا رو ببینیم با دستای شما. دوست داری کوچولو بمونی یا بزرگ بشی علیرضا؟ بزرگ بشم. چرا؟ آخه میخوام پسر بابام بشم. بله آفرین. فقط یک سوال دیگه شما رو به ستاره طلایی میرسونه و به دیوار جایزه ما. پس سعی کنید با دقت سوال ششم رو جواب بدید. دوست داره تو چه کاری به باباش کمک کنه؟ ماشین شستن؟ شما ماشین تو خونه میشورید؟ تو خونه که نه، همون پاک کردن و این چون نمیدونه میگه شستن. میاد دستمال سعی کنه برای حفظ محیط زیست و کمتر مصرف کردن. حتما باید کار باش. نه یه دستمال برمی‌داره مثلا یه جا پاک کردن میگه من کمک. یعنی دوست داره توی ماشین شستن به شما خیلی دوست داره کمک بکنه. خیلی دوست داره. نمیخواد از وقتتون استفاده کنه مشورت کنین. فکر نکنم چیز دیگه بگه چون همیشه میگه خودش. میگه بابا میتونم من کمکت کنم. خیلی دوست دارم کمکت کنم تو ماشین. بسیار عالی. بریم جواب علیرضا رو ببینیم. و رنگ ستاره شما مشخص میشه. اگر درست باشه طلایی، اگر نه که به سوال آخر میرسه. اگه بابا بهت اجازه بدن کمکشون کنی، دوست داری تو چه کاری به بابا کمک کنی؟ بشورم ماشینمونو با آب. خب شما ستاره طلایی گرفتید و سوال آخر رو ببینیم که بعدی ستاره رو تقدیم شما بکنیم. ما پرسیدیم از علیرضا که چه شخصیت کارتونی رو بیشتر از همه دوست داره؟ ماشا میشا رو خیلی دوست داره. ماشا میشا میگه خیلی دوست داره. همین جدیده دیگه، یه بچه‌ای با خرس و قلاله است. درسته؟ بله. کارتونای ایرانی براش نمیذاریم ببینه؟ چرا؟ شبکه پویا که همیشه مثلا کارتونایی که خودتون نگاه می‌کردید، باز مدرسه دیر شد، محله برو بیا، نمی‌دونم، همو قناد و محله گل 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 هر روز می‌بینه. می‌بینه؟ آره هر روز از مدرسه دیدک میاد. خب مامان بزن عمو پورنگو ببینم. عمو پورنگ داریوش عزیز که بچه‌ها خیلی دوستش دارن، ما بزرگا هم خیلی دوستش داریم. افتخارش دست بزنیم. خب و اما جواب علیرضا که تأثیری در، یعنی جواب شما تأثیری در رنگ ستارتون نداره. کارتون می‌بینی؟ آره. چه شخصیت کارتونی رو بیشتر از همه دوست داری؟ میشا. ستاره طلایی تقدیمش کنید با دستای شما پرشور. میدونم خسته شدید. خیلی مبارکتون باشه. احوه من عاشق این بخش برنامه. وقتی مهمونای من میان و قراره که جایزه بگیرن اصلا کلی خودم خوشحال میشم، کلی لذت میبرم، انگار که خودم دارم جایزه میگیرم. و عددی که انتخاب میکنید عدد یک میشماریم. سه دو یک. توپ ما اومد پایین، داره مسیرشو عوض میکنه دائما، داره میره رو 10,000 تومان نشست. بفهم بشینید. 180,000 تومان برنده شدید در برنامه ما. چیکار میکنید باش؟ اونم میدید به علیرضا. بله. براش تو حسابش بذارین. بله. چیزی نمیخوام براش بخرین. نه. چیزی کم نداره. نه نمیگم چیزی کم داره. حالا مثلا جایزه برنامه خودشه دیگه. جایزه که همیشه میگیره. حالا چه از ما چه از خانواده خانم میگیره جایزه شو میگیره. مهد کودکش هم قراره گفته دیگه پسر خوبی باشی، امروز رفتی برای برنامه، قراره منم یه دونه موتور بخرم بهش بدم. خیلی عالی. همراه با خانواده غلامی هستید. میتونید که به خانواده غلامی رأی بدید تا این خانواده دوست داشتنی رو در جمعه به عنوان برنده اعلام بکنید. اگر که
ستاره مردمی رو به دست گرید. سه ستاره طلایی در برنامه ما گرفتن و منتظر سه ستاره طلایی شما هستن. بخش پایانی و خداحافظی با خانواده غلامی رو ببینید. شب رو همراه با خانواده غلامی بودیم. موفق شدن سه ستاره طلایی به دست بیارن. چشمشون به سه ستاره ای هست که قرار از طرف تماشاچی های خوب برنامه کودک شو بهشون داده بشه و امیدواریم که این اتفاق بیفته. علیرضا خوش گذشت؟ بله. چیکار کردی؟ بازی کردی؟ بله. ما داشتیم اینجا میدیدیمت، خیلی بازی قشنگی انجام دادی. سخت بود بازیت؟ خیلی دلم تنگ شده بود. الهی قربونت برم، منم دلم واسه تنگ شده. قول بده زود به زود به ما سر بزنی ها، باشه؟ باشه. آفرین بهت. برای آخرین بار از مردم عزیز و محترم ایران میتونید بخواید که به شما رأی بدن. کودک شویی های عزیز، امیدوارم از برنامه ما خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتین، اگر علیرضا رو دوست داشتین، حتما به ما رأی بدین. ممنون میشم از همتون. علیرضا نمیخوای بگی بهت رای بدن؟ لطفا به ما رای بدید. آفرین، اینم تقدیم علیرضا. و شما آقای غلامی؟ از همه مردم ایران تشکر میکنم که برنامه ما رو دیدن. کودک شوی عزیز، اگه برنامه ما رو دوست داشتید، راضی بودید از برنامه‌مون، حتما به ما رای بدید، حمایت رو میکنید. خیلی ممنون. بسیار عالی. من این نکته هم بگم، من اشتباهاً اعلام کردم که آقای امید خان غلامی متولد 68 هستن، در حالی که متولد 66 بودن. گفتم خودت چرا نگفتی به من؟ گفتم من انقدر استرس داشتم، هر چی شما گفتی من گفتم بله. و خوب بودی دست چک می آورد، اینجا ازت سفید امضا می گرفتیم ها. وضعیت هم که خوبه ماشاءالله. خیلی ممنون تو برنامه ما شرکت کردید. با دستای شما خداحافظی میکنیم از خانواده غلامی. بفرمایید. خیلی ممنون. ممنونیم از شما که بیننده برنامه ما بودید. فراموش نکنید در پایان هفته هم قرعه کشی خواهیم کرد. 4 جایزه 10 میلیون تومانی تقدیم شما خواهیم کرد. از طریق نرم افزار هم میتونید به خانواده های مورد علاقتون در بخش کودک شو رأی بدید. پس برنامه ما رو از دست ندید. تا پایان هفته همراه ما باشید. تا برنامه بعد، بدرود. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. همه چی رو بکن بیا تو کودک شو یه هیجانی، میدونی جایزه چیه؟ یاخ بده مجدگانی. خیلی سخت بود به اصطلاح ترکوندیم که بچه بزرگ کردیم به این جنسودیم. آخو بده مجدگانی، بده مجدگانی، نکن شک بزن تون بک، زندگیت رو بچینیم بر اساس کودک شو. کودک درون بیا بیرون، کودک درون تو بذار بیاد بیرون. یکم هوا بخوده، حالا بگو هوا چطوره؟ توی اتمسفر کودک شو انرژی مصفل بوده بوده بوده. همه چی رو بلکن بیا تو کودک شو یه هیجانی، میدونی جایزه چیه؟ یا بده مجدگانی. خیلی سخت بود به اصطلاح ترکونیم که بچه بزرگ کردیم به این ترسوندیم. اخبو خنده ناراحتی بده، اخه اشتها رو میبنده. ایشالله بلا بدونه نگیری نامونه، هرچی داره برد و باختی آخه میدونی بازی دیگه. اعتماد به نفست باید بشه اعتماد به سختت، باید جایزه بگیری آخه میدونی که به سخت. خیلی سخت بود به اصطلاح ترکوندیم که بچه بزرگ کردی به این جلسوندی. خیلی سخت بود به اصطلاح ترکوندیم که بچه بزرگ کردی به این جلسوندی. خیلی سخت ترکون Jack, 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 Jack,